When did the independent states into which Britain and Spain were formerly divided combine in such alliances or unite their forces against a foreign enemy? The proposed confederacies will be distinct nations. Each of them would have its commerce with foreigners to regulate by distinct treaties. And as their productions and commodities are different and proper for different markets, so would these treaties be essentially different. Different commercial concerns must create different interests. And of course, different degrees of political attachment to and connection with different foreign nations. Hence, it might and probably would happen that the foreign nation with whom the Southern Confederacy might be at war would be the one with whom the Northern Confederacy would be the most desirous of preserving peace and friendship. An alliance so contrary to their immediate interests would not therefore be easy to form, nor if formed, would it be observed and fulfilled with perfect good faith. باز دو مرتبه برمیگرده به اینی که میگه آقا شما این 13 تا ایالت رو بیاد بکنید 3-4 تا کنفدراسیون. یه جا که بهتون نشون دادم تو این پاراگراف قبل که یه روزی میرسه که یکی از این کنفدراسیونیا زورش میچربه با اون یکی ها و وقتی مساوی نباشن آخرش دردسر خواهد بود. حالا میگه از طرف دیگه دلخوشید که شما میتونید با این کنفدراسیون ها با کشورهای دیگه بیاید و عهد ببندید و اونا هم پاش واستن و فکر بکنید که این کنفدراسیونی که بغلتونه اونم خیر شما رو اونجوری خواهد خواست. میگه اصلا شما دیدید که بریتانیا یا اسپانیا که شبیه این کنفدراسیون ها هستن خیر همدیگر رو بخوان تا حالا؟ پس میگه خودتون رو گول نزنید. خب شما اگه 3-4 تا کنفدراسیون بشید تازه هر کنفدراسیونش میشه شبیه distinct nation، یعنی کشور مجزا. فکر نکنید که به محض اینکه کنفدراسیون شدید هنوز همون میتونید برادری و برابری رو نگه دارید، چون از نظر کالا و تجارت شروع میکنید با اون کشورهای تجارت میکنید که به نفعتونه و چون شمال آمریکا با جنوب آمریکای ذره فرق داره، پس شمالی ها احتمالاً با یه کسایی تجارت میکنن، رد و بدل میکنن، رفت آمد میکنن که کالاهاشون رو بخره یا شرایطشون با هم دیگه بخوره. جنوب آمریکا فرق داره که آخرش دردسر میشه. براتون گول نزنید خودتونو. اونم داستانه کشورهای مختلف جهان همیشه سر چیزای چرت و پرت، دشمن سازی و دشمن پرستی و نمیدونم خرابکاری. حالا When did the independent states into which Britain and Spain were formerly divided کی شما دیدید که کشورهای مستقل بریتانیا و اسپانیا combine in such alliances با هم دیگه وارد یه اتحادیه شدن or unite their forces against a foreign enemy یا هم عزم شدن و هم جزم ارتششون رو با هم دیگه ترکیب دادن و یه ارتش کردن و بر علیه یه دشمن جنگیدن. The proposed confederacies will be distinct nations. این کنفدراسیونی که شما خواهید درست بکنید کشورهای مجزای خواهند بود. Each of them would have its commerce with foreigners to regulate با
by distinct treaties. این تجارتشو با کشورهای خارجی تنظیم میکنه، سامان میده بر حسب عهدنامه‌های مختلف. distinct treaties یعنی اصلا عهدنامه‌ای که با یک کشوری میبنده distinct خواهد بود، مجزا خواهد بود، فرق داشت با اون چیزی که شاید به نفع شما باشه. and as their productions and commodities are different و چون کالاها و محصولاتشون فرق داره and proper for different markets و برای فروش در کشورهای مختلف به درد میخوره. So would these treaties be essentially different? پس ضرورتا این عهدنامه هاشون هم فرق خواهد کرد. خب ببخشید یکی اومد بغلمون رد شد. Different commercial concerns must create different interests and of course different degrees of political attachment. Degree یعنی درجه. Degrees of political attachment یعنی درجه ای که وابستگی های سیاسی هاشون با هم میگه فرق خواهد کرد. خب پس میگه شما کنفدراسیوناتون وابستگی های مختلفی خواهد داشت. میبینن که هر کسی میبینه که به نه به صرفش چیه. And connections with different foreign nations و رابطه با کشورهای مختلف خارجی. Hence it might and probably would happen. در نتیجه احتمالاً ممکنه و در حقیقت احتمال خواهد داشت که این مسئله اتفاق بیفته که that foreign nations with whom the Southern Confederacy might be at war و این اتفاق میفته که یه دفعه کنفدراسیون های جنوب آمریکا با یه کشوری در جنگن ولی with whom the Northern Confederacy would be the most desirous یعنی مایل مشتاق. پس میگه Northern Confederacy احتمال داره با اونی که کنفدراسیون جنوبی که داره در می جنگه کنفدراسیون شمالی اصلا شاید مشتاق باشه، مایل باشه که با اونا دوست بمونه. most desirous of preserving peace and friendship. preserve یعنی نگه داشتن. preserving peace یعنی در صلح موندن. and friendship و دوستی. an alliance so contrary to their immediate interests would not therefore be easy to form. پس یه اتحادیه که به ضررشونه همچنین به این سادگی اینا نمیان به ضرر خودشون کار بکنن. و اگه یه وقتی به شما گفتن که آره میکنیم این کارو اینا، فکر نکنید دراز مدت بیان سر خودشونو ببرن به خاطر اینکه با شما به اصطلاح یه کنفدراسیون را انداختن. این خیر خودشون اول میخوان تا خیر شما. قسمت آخر جمله هم اینه که میگه an alliance so contrary to their immediate interests would not therefore be easy to form nor if formed یعنی حتی اگه متحد بشن would it be observed and fulfilled with perfect good faith. حتی اگه اومدن با شما متحد شدن آیا فکر میکنید اینا پاشوا میستن؟ contrary یعنی مخالف، مغایر، ضد. immediate یعنی آنی، کنونی. immediate interest یعنی مصلحت ضروری، مصلحت علانیشون. good faith هم میشه خلوص نیت و صمیمیت. پس گول اینی که گروه گروه کنفدراسیون بشیم و بس هنوز با هم دیگه رفیق میمونیم و اینا نخورید اینا رو. خلاصه ما باید این تاریخ تمدن آمریکا رو بخونیم، یاد بگیریم و چیز دیگه مهمه
که تاریخ جنگ جهانی اول و دوم رو بخونیم، ببینیم این کشورهای غربی که خیلی حرص می‌خوردن که مستعمره بگیرن و مردم دنیا رو بچاپن، آخرش چجوری به جون هم دیگه افتادن و خودشون رو تیکه پاره کردن. و خوبیش اینه که ما میتونیم بگیم که ما هیچ فرقی نداریم، یعنی همه انسان ها اگه پاش بیاد، پاش بیفته، ما هم احتمال داره همون کاری رو بکنیم که کشورهای اروپا کردن. یعنی انسان ها دلیل برای نمیشه ما بهتر از اوناییم. همه آدما احتمال اینی که به کجی برن و کار کثیف و پلید بکنن احتمالو توشون هست. حساب با اجازتون فعلا خداحافظ.